در بخش برنامه مهمان داریم جناب نجیب الله ناصری مستند ساز امروز ما در مورد کارها و فعالیت و اینکه مستند جدیدی که ساختند در مورد صحبت خاط کردیم جناب ناصری صاحب خیلی خوش آمدین صبح شما بخیر سلام صبح خیلی دارم خدمت شما و خدمت تمام بیننده عزیز که بیننده برنامه شما هستن امید که یک صبح خوب و خوش را آغاز کرده باشند تشکر میکنم. بخیر باشین خب بیاین در مورد فعالیت های مستند سازیتان صحبت کنیم همکارم ها گفتن آخرین مستندی که ساختین ولی ما دوست دارم از اولین مستند برای ما بگویید اولین تان چی بود از کجا شروع شد که به آخرین مستند فعلا رسید خب تشکر شما لطف کردین بین که کما که بر بیندا واضح شوه گم نشکه از کدام مدرسه کار میکنم ما اخیرا جدا از اینکه همراهی رسانه‌های مختلف همکار بودیم خوشوقت به هستم که امرای دفتر مشورتی رومی کار میکنم که نه هم یکی از کارهای شما است و در عرصه میدیا با تفاوتی که دیگر از فقط در بخش میدیا کار میکنن اینو در بخش مشوردهی هم تاز هستند و کار میکنن به این معنا که اگر یک شرکت و یا کسی میخواید یک تبلیغ داشته باشه و نه این فرمه چی گونه مثلا پردکت خود تبلیغ کنه و روی کدام پالیسی پیش بره از تا یا تمام موضوعات هم اینا مشوره میتن آماده میکنن که یک تفاوتش است امروی کمپانی دیگه چون بخش خلاقیت و کریتیویتی از اینا بیشتر است و افراد زیاد دیگه ورسه کار میکنن بدون شک بیشتر از یک دهمش در عرصه رسانه ها کار میکنن و کارهایشان بیشتر به او سوژه ها میپردازن که رسانه ها به خاطر قید زمانی که دارن نمیتونن و یا امکانات شاید بیشتر بخواه او سوژه ها را میپردازن و اخیرا دو مستند بسیار خوبه که در یه ای عرصه خلای بسیار کلان بود اینا و جمع نمی تیم ما کار کردیم یکی مستند یا صوفی های کابل بود و ده یه پیشتاز شده و هیچ مستند حتی یک گزارش جامعه نبوده و ضمن ازی یک مستند به نام کاروان صلح هست که ما شما می دانیم یک کاروان از هلمن تا به کابل و از کابل تا مزار پای پیاده و پای برهنه حرکت کرده بودند و دادخواهی کردند برای سال و هر قریه و هر قصبه یا دروازه هر افغان را تک تک کردند که بیاین دیگه منسجم شوین و به خاطر صلح باید کار کنیم وطن دیگر خسته شده از این جنگ های تحمیلی و از این بدبختی ها بیاین دست بزرست هم بتیم و بتانیم یک افغانستان با ثبات و با ام داشته باشیم این دو کار از که اخیرا تکمیل شده از او کرده بیشتر و بزرگتر فعلا ما یک جشنواره به نام قصه های سال یعنی قصه های سال هتان را در شهست ثانیه س... فلم به با ما بازگو کنید یک فرصت خوب است و تیم مصروف های مختلف جشن جشنواره است و ای در ذات خود تفاوت ها و نکات بارز داره بسیار خوب okay, ناصری صاحب okay. از هایی که شما صحبت کردین میخوایم از مشکلاتش به ما قصه کنیم که پشت صحنه چی مگذره تا بالاخره چیزی که در روی سکریپت نوشته میکنی و او را میتونی ریکارد کنی و تصویر بکشی یک چیزی که شما هم شاید تجربه کرده باشین در افغانستان یکی حق دسترسی با اطلاعات بر خبرنگارا و بر جنرالست هم چالش برانگیز است و از وقتها وقتا براحتی نمیتونن دست پیدا کنن مسائل زمینی مثل نامنی و اینا خب طبیع از تاثیرات سو میگذاره رو یک کار اما خوشبختانه تیم ما با یک مورال قویی که داره با یک فکر جوانی که داره همیشه میخواین که هیڅ مانع یا صد کارشان توقف نکنه او رو به جلو بره او هر هدف کټاین میشه ازمو اشتیاق دل و به مو بهترین وجه کوشش کنن او را تکمیل وسازن جنبه تن و, و منهایسه یګا سره ک سره زو افتخار کنن و او بدون شک کارای رسانه‌ای کارای ماندگار است و مستندا ماندگار میباشه و سوال از تو نشه که بگن این کار به خاطر از این مشکل ما اینجا خلا داشتیم کش میکنن تا کار تکمیل نشده و با خواسته همه نبوده باشه او را تکمیل نمیسازن آه ما میخواستم بدانم که چطور از همکاری مردم وقتی که میخواین برین به طرف تصویر گرفتن مردم در کنار شما هست همکاری میکنه و خاطر ضبط مستند دقیقا یک مسئله است که ما شما هم افغان خدا هم کار داریم همیشه هر جایی که ثبت میکنیم میبینیم تجمع میکنه و هر قدر واکس پاپ یا هر آن چیزی که نیاز داشته باشه مردم لطف میکنن میاین فقط بعض وقتا کمبود معلومات پیششان باعث میشه کنه ایبا ورزن و آذر به گفتگو بیشتر نشوند و اوقدر جرات نکنن تا پیش روی کمره بیاین اما در کل نسبت به سالهای گذشته خوبتر شدم کاری مردم و شناختشان از رسانه و عوامل فلم و مستند اینا به او خاطر زیادتر از ولایات حتی کتگوری بندی کرده میتونیم بیخی در او هیچ مشکل نیست هر قدر هم کاری بخواین مردم می در اتا دقصه وقت خود نیستن قصه امکانات خود نیستن تمامش شده. اختیارت میگذاره و این محبت شانه ده هیچ جای پیدا کرده نمیتونین یقینا نم. مستند هایتان تا به حال کاندید کدام جشنواره شده برنده کدام جایزه شده یا خواسته باشین کاندیدش بسازین بدون شک همین مستند اخیری اخیر که ما داریم کاروان سال این مستند در چهار یا پنج جشنواره جهانی باید نمایش بخوره و کاندید شوه و بیشتر از موضوع صحبت ما شما اگر روی جشنواره باشه که فعلا کار امده و کلان نسبت به مستند است قسم که قبلا گفتم قصه های سال مستند است که چرا ما خواستیم یا با باشین جشنواری است که ما باید فعلا سرش کار کنیم و ایره داشته باشیم همه ما شما میدانیم امروزه به خاطر سال گفتگوهای جریان داره تلاش هایی است که خدا کنه نتیجه خوب مثبت بده اما یک کمی را ما و تیم ما و دفتر مشارتی رو می حس کردی که اشتراک فعال مردم نیست و بیشتر اگر در سوشال میدیا ببینیم نقد میشه به خاطر کم بودن حضور مردم با خواستیم چگونه یک فرصت رو بر فراهم کنیم که بتونن به همو گپ دل خدا بگو قصه های صلح خدا بگه بیان بالاخره ابراز نظر کنن و بدون شک هر افغان یک قصه مازی جنگ های سال های گذشته داشته و به خاطر سال میتونه یک سوژه خوب برای یک فیلم بده و ما گذاشتیم به خودشان امروز هم ما آثار را از دورترین نقاط افغانستان مثل غور اینجا دریافت کردیم و قصه است که شاید من حیث جوان ما و شما گرچه اهل رسانه هستیم دیدیم تمام روز سر و کار داریم اما بر ما شما جالب است و این وقت که میاییم شامل یک جشنواره وارا می سازیم ما بازگو میکنیم به افغان های بیرون مرزی و حتی برای بیرونی ها در صد هر کدام از جالب است و نشنیده است به او خاطر این جشنواره وارا فعلا در اولویت کاری ما قرار داره و شما شاید دیده باشین بخش تبلیغاتش از در صد شهر جاهای مختلف در ولایت بلبردا و اینا است شده و تفاوت های خیلی زیاده با جشنواره قبلی داره و میتونیم روی صحبت کنیم در کدام تاریخ به خیر برگزار خواهد شد اک و یک کم بیشتر در مورد مکان هم اگر بر ما بگین عام مردم میتونن کجا حضور داشته باشن یا تعداد را که شما کارت دعوت میتین و میاین اونجا ما م... سینیم و فراخ هست ما بخواییم همه افغان هایی که میخواین اشتراک کنن باشن و میفهمین که محدودیت مکانی و مسائل امنیتی اینا شاید سیاتر اجاب نکنن نظر به اون مراحل بعدیش هست انشالله که شما در جیان میباشین و دوستایی که میخواین معلومات داشته باشن با فیسبوک قصه های صلح برن و همچنان شماره واتس که ما داریم میتونن دوستا از طریق معلومات بگیرن فعلا مرحله جمعوری آثار است که ما برای از یک محدودیت زمانی داشتیم اما اقدر استقبال مردم زیاد بود که دفتر تشریف آوردن از طریق وسایل ارتباط جمعی با ما تماس گرفتن که ما می خواهیم آثار داشته باشیم و کار کنیم و متاسفانه وقتی که شما تعیین کردین اکتفا نمیکنه بنان ما ایره تا دهم ده همه تمدید کردیم یا ختم ماه فوریه که تو وقت میتونن آثار خود با ما شریک بسازن و یک فرصت خیلی خوب است و برای اشتراکش کسایی که سی بهترین هستند و کسایی که آثار دادن و خوب هستند ضمن شما میفهمید که ورشو یا جشن واره های ویژه همه داشته باشه کسایی که دمی حرفه پیش قدم بودن و کسایی که برشان فرصت مساعد نشد تا بله بله او سینماگرای افغانه که یک عمر برای هر... هنر کار کردن و فعلا تشنه دیدن وطن خود هستن شاید تعداد زیاد از اونا رو داشته باشه و جمع از میمونای ویژه اینجا ان آخرین صحبت های رو می در برنامه داشته باشیم خب موضوع جشنواره یک سر سرتفاوت صحبت کردیم تفاوت عمده از ای است که جدا از اینکه سینماگرا کسایی که فیلم ساز هستند و در حرفه فعالیت دارند فیلم میتونن ساخته همه کسایی که حتی شوق و اشتیاق دارند به فیلم سازی و میخواین یک قدم بگذارن آماتور هستند با موبایل دست داشته خود میتونن می یک فیلم و یک قصه جالب را بسازند که ما در شعارات خود قسم ایر خلاص کردیم که مهم نیست که فیلم تا انیمیشن باشه یا ویدیو باشه با زبان دری باشه یا پشتو باشه با وسایل حرفه‌ای باشه یا ساده باشه مهم قصه شما است و سوژه است و دقیقاً قصه هاست که برنده میشه اینجا <تصفح> یک تفاوت بسیار عمده بوده و که از لحاظ زمانی 60 ثانیه ما تعیین کردیم دقیق یک دو ثانیه یا تا پنج ثانیه تا بالا بدون شک بخاطر از که تکمیل شوم هم سوژه قدر مطرح نیست اما نزدیک به 60 ثانیه باید باشه بخیر باشین جناب ناصری از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و پیدا کردین خیلی ممنون تنست زنده و سلامت تشکر از برنامه زیبای تان و وقتی که دادین بر ما و من حیث پیام اخیر دوستا یک فرصت خیلی خوب است برای کسایی که تازه از جورنالیزم فارغ شدن کسایی که حتی شوق اشتیاق دارن به یه کار کنن با موبایل دست دست داشته تان یک فکر کنین و جستجو کنین قصه های ناب و و سوژه های جالب را در مورد سال پیدا کنین و او را به تصویر بکشین و بین در جشن مورش را کنین تشکر بسیار تشکر بخير. میکنم بخير خوش